بسم الله الرحمن الرحیم. محسنین گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. آرزو دارم که همتون خوب و صحتمند باشه و با فامیل های محترمتون زندگی خوش داشته باشه. لکچر ششمی اطفال ستوماتولوژی، لکچر ششمی ما شما در مورد سیلان تراپی یا موضوع سیلان تراپی میشه که این لکچر ما شما مربوط به سمستر هشتم میباشه. سیلان تراپی یک میتود وقایوی به خاطر جلوگیری از کریس در سطوح مختلف دندان ها میباشه که خصوصا و بسیار با ارزش قسمت های پت و فیسور دندان ها میباشه. سیلان تراپی با استفاده از مواد مخصوصی صورت میگیره که گلاسینومر سمنت نامیده میشه و که از نوع خصوصا از نوع فوجی افت بسیار با ارزش است و قسمت های پت و فیسور دندان ها از جمله نقاط بسیار زیاد مستعد به کریس دندان ها می باشه و این نقاط در طول زمان سبب کریس بسیار زیاد یا به شکل بسیار زیاد شده که تقریبا 90% مجموع وقایع کریس دندان ها را قسمت های پت و فیسور دندان ها تشکیل میده که زیادتر در سن طفولیت و در سن نوجوانی زیادتر دندان ها را مصاب می سازه و اکثرا در سن بین 6 تا 14 سالگی این مصابیت زیادتر واقع میشه، در صورتی که وقایع نشه، یعنی اینمی دندان ها پت و فیسور سیلان در نزد زیاد صورت نمیگیره، تخریبات کریس و شیوع کریس بسیار زیاد میشه، بسیار به شکل وافر میشه، مثل که امروز شیوع کریس بسیار زیاد شده چرا که به شکل وقایوی کارهای زیاد انجام نمیشه، خصوصا در افغانستان به وقایع مردم زیاد ارزش نمیده یا به عموم مردم ارزش نمیده و همچنان مسئله آگاهی دهی هم به خاطر وقایع بسیار کم است، به می دلیل است که دندان ها به شکل بسیار زیاد خراب میشه و وقایعی از عبارت است بسته نمودن یا مسدود نمودن قسمت های پت و فیسور می باشه. اهداف سیلانتروپی چی است؟ اهداف سیلانتروپی خود مواد سیلان به شکل فیزیکی مانع میشه، یعنی سبب مسدود شدن پت و فیسور میشه به شکل فیزیکی و مانع دخول باکتریا و غیره و همچنان مواد غذایی که تخمر میشه از او کربوهیدرات های تخمر شونده زیاد داره و اسید ساخته میشه، مانع تمام اون حالات ها بالای قسمت های پت و فیسور میشه. دیگه از مسئله دخول باکتری ها به طرف پت و فیسور جلوگیری میکنه، این کلانترین و بارزترین مسئله است و تا حد امکان سبب پرشدن پت و فیسور میشه که یعنی یکی از خوبی هایش همونمو است و تمام خاصیت کریوستاتیک را که مواد پت و پت ان فیسور سیلانت یا مواد که به خاطر سیلانت تراپی استفاده میشه، خاصیت کریوستاتیکش مربوط به می است که پت و فیسور را پنهان میکنه یا بسته میکنه یا پر میکنه و در نتیجه پر کردن پت و فیسور مانع نفوذ باکتری ها، مواد غذایی که زیاد تخمر شونده هستن و اسیدی که بالاخره تولید میشه مانع نفوذ از اینا به قسمت های پت و فیسور میشه و در نتیجه کاهش کریس به وجود میاره. پت و فیسور دندان ها از جمله ساختمان های آناتومیک دندان ها هستن، پت و فیسور که در جریان ساخت مینای دندان ها یا به وجود میاره و شکل فرو رفتگی ها در داخل مینای دندان ها دیده میشه و یک نقطه ضعیف تر از دیگر قسمت های مینای دندان ها میباشه و مینای دندان ها در این قسمت یعنی در قسمت پت و فیسور زیاد آمیخته یا میکس شده نیست و بسیار مقاوم نیست و در نتیجه مسئله گیرش مواد غذایی هم در اونجا زیادتر است و بالاخره ایجاد کریس هم زیاد میشه و سطوح که در اونجا پت قرار داره، سطوح اوکلوزال دندان های مولر و پریمولر است در اونجا پت قرار داره، سطوح بوکال و سطوح لنگوال دندان ها و سطوح پلاتینال دندان های خلفی را میتونه گفته که پت و فیسور داره و همچنان سطوح لنگوال دندان های قدامی یا مناطقی هستن که دارای پت و فیسور هستن و پت ها بالاخره فرو رفتگی های کوچکی هستن که در مسیر تقاطع فیسور ها قرار داره و در قسمت های مختلف وجود داره که پت ها زیادتر در قسمت لنگوال دندان های قدامی پت قرار داره و همچنان یگانه مشکل پت و فیسور اینمی است که خود پت و فیسور بسیار نزدیک به نقطه ای که به نام دینتین انامل جنکشن نشون میاد میکنیم، دینتین انامل جنکشن پت و فیسور ها بسیار زیاد نزدیک به نقطه دینتین انامل جنکشن میباشه و وقتی که کریس در قسمت پت و فیسور به وجود میاد بسیار به سرعت زیاد وقتی که به قسمت دینتین انامل جنکشن داخل شد یا وارد شد بسیار به سرعت زیاد منتشر میشه یا نشر میشه یا در قسمت دینتین کریس بسیار وسیع پخش میشه، مثل که اگر در قسمت مینا به شکل یک خط کریس به وجود آمده باشه وقتی که در قسمت دینتین اگر این دینتین انامل جنکشن باشه در قسمت دینتین انامل جنکشن که کریس رسید در داخل آج دندان یا در داخل دینتین به شکل بسیار وسیع و منتشر حرکت میکنه و بالاخره سبب میشه که با پل برسه و در نتیجه تخریب دندان و مشکلی را که
بدندان وجود میاره پیدا کنه و سبب پوسیدگی های بسیار شدید در مینای دندان ها شود. و در این تصویر پت و فیشور دندان ها نشان داده شده که اینی ساختمان به نام فیشور اصلی یا مرکزی دندان ها یاد میکنیم و در مسیر تقاطع از یا ساختمان های کوچک کوچکی وجود داره. این ساختمان ها به نام پت یاد میشه که پت ها ساختمان های کوچکتر هستند، یعنی فرو رفتگی هایشان نظر به گرو یا نظر به فیشور کوچکتر میباشه و کسب های مختلف دندان ها قرار داره که اینجا زیاد لازم نیست سرش بحث شود، چرا در وقتش یاد آناتومی دندان ها سر از او بحث شده. و بسیار مسئله بارزش همی است که قسمت های پت و فیشور یا فرو رفتگی ها ساختمان های فرو رفته هستن که در اینجا قرار داره و این فرو رفتگی هاشون گفتیم که مینا در ساحه ضعیفتر است و از زیادتر نزدیک به ساحه دینتین انامل جنگشن قرار داره. اشکال مواد پت فیشور سیلانت، مواد از یابش اشکال پودر و لیکوید موجود است که میتونیم با استفاده از میکسینگ یا با واسطه اسپاتولا میتونیم میاره میکس کنیم یا مخلوط کنیم و همچنان به شکل پیست و کاتالیست که به شکل پیست است که به شکل بیس و کاتالیست وجود داره که بیس گرفته میشه و امراض مقدار کمی از کاتالیست گرفته میشه و در نتیجه با هم مخلوط میشه و قابلیت سخت شدن پیدا میکنه و همچنان به اشکال کامپوزیت موجود است که اشکال کامپوزیت ازی که اشکال کامپوزیت ازی هم با واسطه مواد لایت کیور یعنی تیار آماده شده یا به شکل تهیه شده می باشه و وقتی که استفاده میشه دفعتن برش لایت در روی قسمت های پت و فیسور قرار داده میشه و لایت برش داده میشه و بالاخره خشک میشه که شکل مواد گلاسینومرش به این شکل می باشه، یعنی شکل پودر و لیکیورش به این شکل می باشه و شکل لایت کیورش هم در یک تیوب های مخصوص آماده شده می باشه که تیوب هایش خاصیت سرنج یا شکل سرنج داره و دارای یک سوزن یا نیدل می باشه که بسیار باستانی میتونیم او را استفاده کنیم. انتخاب مریضه، چطور ما شما مریضه را انتخاب میکنیم به خاطر سیلانتراپی؟ اول اطفال که ضرورت خاص به سیلانتراپی داره او را انتخاب میکنیم. اطفال که ضرورت خاص داره تمام سطوح پت و فیسور دندان های زیا سیلان بشه و اطفال که ضرورت خاص داره یا اطفالی هستن که یا صدمه اجتماعی دیده یا هم ناتوانی های دماغی داره، یعنی از نظر روانی آدم های نامکمل یا آدم های غیر معمولی هستند و همچنان کسایی که ناتوانی های فیزیکی داره، دستایشون به اثر کدام عوامل مختلف یا فلج بوده از ماده به شکل ولادی فلج بوده یا در اثر حادثات فلج شده در دستایشون، میتونیم با اونو اشخاص به خاطر از اینکه وقایع شود دندانشان پت و فیسور سیلانت اجرا کنیم. و همچنان اطفال که کریس ها را به شکل بسیار زیاد وسیع در دندان های شیریشان داره به خاطر از اینکه در دندان های دائمیشان وقایع شود یا از تخریب یا از کریس جلوگیری شود، میتونیم قسمت های پت و فیسورشان را سیلانت کنیم. مثل این مریض میبینیم که اگر چی کریس رمپنت است اما بازم اینو در نظر گرفته میتونیم کسایی که کریس های بسیار شدید و وسیع در قسمت های دندان های شیری دستوی مختلفشان داشته باشه، میتونیم که دندان های دائمیشان را پت و فیسور سیلانت کنیم، یعنی قسمت های پت و فیسورشان را با استیم مواد سیلانت پرکاری کنیم تا که از با وجود آمدن کریز دندان های دائمیشان جلوگیری شود. چرا دندان های شیری بالاخره به هر طریقی شود مفته یا اکسترکشن هم شود با یک رقم چاره میشه، اما دندان های دائمی چون دندان هایی است که تا آخر عمر همراه یک شخص میمانه و از ضروریات لازم از او شخص برطرف میکنه، به می دلیل است که باید دندان های دائمی چاره سازی شود و در صورتی که کریز های بسیار وسیع باشه میتونیم دندان های دائمیشان را پرکاری کنیم با استیم مواد پت و فیسور سیلانت. کدام دندان ها رو ما انتخاب میکنیم؟ میتونیم تمام پت و فیسور هایی که در سطح اوکلوزال دندان ها قرار داره تمامش پرکاری کنیم. سطوحی از دندان که با پت و فیسور و وسیلان ضرورت نداره او را پرکاری نمی کنیم. که پت و فیسور قبلا هم گفتیم، باز هم اشاره میتیم که در سطح اوکلوزال دندان های مولر و پریمولر پت قرار داره، در سطح پلاتینال دندان های خلفی علوی مثل مولر ها پت قرار داره، در سطح بوکالشان هم قرار داره، در سطح لنگوال دندان های سفلی و در سطح بوکالشان در دندان های خلفی هم پت قرار داره و همچنان در سطح لنگوال دندان های قدامی پت قرار داره که این ساختمان هایی است که زیاد مستعد به کریس هستند و تقریبا 90% حادثات کریس اینمی ساختمان ها تشکیل میده و بسیار به زودی این کریسی که وجود میه بسیار به زودی منتشر میشه به طرف دینتین یا به طرف آج دندان نفوذ میکنه و سبب مشکلات و تخریبات زیاد میشه. دندان هایی که جدیدن خروج میکنه به خاطر از اینکه وقایع شوه از کریس دندان، میتونیم دندان هایی را که جدیدن خروج میکنه تمام شب واسطه مواد پت و فیسور سیلانت پرکاری کنیم. به خاطر وقایع مولر اول دائمی، چون که مولر اول دائمی زیادتر در معرض کریس قرار داره
به خاطر که مولر اول دائمی در یک دوره میکس دنتیشن خروج میکنه و طفل وقتی که یک مولر اول خروج میکنه طفل 6 ساله میباشه، یعنی در سن 6 سالگی و در سن 7 الی 8 سالگی دندان های مولر های اول علوی خروج میکنه که ای در این وقت طفل یک انسان طفل میباشه و زیاد مواظبت دندان های خود کردن نمیتونه یا نمیکنه و همچنان با استفاده از شیرنی های را بسیار زیاد شیرنی هایی که مصنوعی به شکل مصنوعی تهیه میشه و زیاد یا خاصیت کاریوجنیک یا خاصیت تولید کننده کاریس شون بسیار شدید است و بسیار زیاد است از این استفاده میکنه و ای تمام اینا سبب میشه که کاریس نزد زیاد زیاد بوجود بیاد. به خاطر جلوگیری از همین کاریس میتونیم، چون که پت و فیسور زیاد نقاط مستعد هستند، به خاطر جلوگیری از کاریس میتونیم قسمت های پت و فیسور از اینا را با واسطه مواد سیلانت پرکاری کنیم تا که اون خواص خودی که داره که به شکل فیزیکی مانع میشه یا مسدود میکنه پت و فیسور را، اون تمام خواص سبب میشه که از کاریس جلوگیری با عمل آید. در صورتی که در دندان های مولر های اولش دائمی کاریس موجود باشه در قسمت پت و فیسورشان، حتمی و ضروری است که پیش از اینکه دندان مولر دوم خروج کنه باید این دندان کاریس پرکاری شود واسطه مواد پت و فیسور سیلان، چرا که این کاریس بالاخره این کاریس هم به دندان های مولر دوم هم نفوذ میکنه و در نتیجه سبب تخریب دندان مولر دوم هم شده میتونه. به همین دلیل باید پیش از اینکه مولر دوم خروج میکنه در صورتی که مولر اول کاریس می داشته باشه کاریس باید حتما تداوی شود. گفتیم که مولر اول در جریان در مرحله اول میکس دنتیشن قرار داره و در جریان دوره میکس دنتیشن مشکل دیگه است که دندان های شیری چون مینای دندان های شیری زخامتش کمتر است و یعنی سستر است، سست عنصرتر است، مقدار مواد غیر عضویشان کمتر نظر به دندان های دائمی است، به همین دلیل زیادتر مستعد به کاریس هستند و در وقت که چون که طفل میباشه و زیاد مواظبت نمیکنه دندان های خودن و در فامیل هایی که از نظر عمومی هم زیاد توجه و مواظبت به دندان ها موجود نباشه در اونجا دیگه زیادتر خراب میشه دندان ها و در نتیجه همین که در دوره میکس دنتیشن زیادتر کاریس از دندان های شیری به دندان های دائمی انتقال میکنه و در نتیجه دندان های دائمی هم تخریب میشه. و گفتیم قبل از اینکه مولر دوم دائمی خروج میکنه باید دندان های شیری دندان مولر اول حتمی پرکاری شود قسمت پت و فیسورشان و مواد بسیار مخصوصه، یعنی یکی از گلاسینومیرها که بسیار به شکل مخصوص ساخته شده که گلاسینومیر SPA اسپامی باشه که یا دارای آلومینیوم سیلیکیت گلاس پودر داره و همچنان که کلانترین خاصیت کاریو استاتیک از امی است که این سبب میشه که فلوراید به شکل بسیار زیاد، یعنی به شکل بسیار شدید فلوراید تولید کنه و در نتیجه خود آزاد شدن فلوراید هم سبب میشه که کاریس کمتر بوجود بیاد. یعنی یکی از خوبی مواد گلاسینومیر امی است که علاوه که سبب میشه که قسمت پت و فیسور مسدود شوه یا بسته شوه، بر علاوه از این سبب میشه که قسمت سمنت نام دینتین جنکشن یا در هر قسمتی که قرار داده میشه فلوراید آزاد میکنه و این آزاد شدن فلوراید سبب میشه که کاریس کمتر بوجود بیاد. یعنی خود فلوراید خاصیت کاریوستاتیک داره یا کاریس نهیه میکنه. میکانیزم تاثیر فلوراید هم امی است که گفتیم میکانیزم تاثیر مواد گلاسینومیر، البته مواد گلاسینومیر سبب آزاد شدن فلوراید میشه. وقتی که فلوراید آزاد شد فلوراید سبب میشه که کاریس دپرس کنه، یعنی ما به خاطر مو خواصی را که داره که محیط اسیدی ضعیف تاثیرگذار است و باکتری ها را نهی میکنه از مرحله یا از عملیه گلایکولایزس یا ساخت قند که از تخمر قندها اسید ساخته میشه، از ساخت اسید تا هر توان میتونه جلوگیری میکنه و سطوح دندانا را پس دوباره ریمینرالایز میکنه، یعنی در صورتی که در با تاثیری را که دندان اسید میکنه و سبب از بین رفتن مینای دندان ها سبب از بین رفتن کلسیم و فسفرس از مینای دندان ها میشه و مینای دندان ها را دیمینرالایزیشن میکنه، فلوراید پس عمل میکنه و پس دوباره هم ساختمان های دیمینرالایز شده را پس ریمینرالایز میکنه که پس با ریمینرالایز کردن دوباره ساختمان های مستحکمی بوجود میه و از تاثیر باکتری های لایز کننده مینا جلوگیری میشه. دیگه خصوصیت کاریوستاتیک خود مواد سیلانت مربوط به این است که مواد سیلانت سبب میشه قسمت های پت و فیسور دندان ها مسدود شود یا بسته شود که با این بسته شدن پت و فیسور هم نفوذ اسید در اونجا جلوگیری میشه و هم از نفوذ باکتری ها و مواد غذایی که به شکل بسیار زیاد کاریوجنیک هستن و از اون هم جلوگیری میشه و در نتیجه از کاریس کمتر، یعنی پیشگیری از کاریس میشه یا کاریس کمتر وجود میاد.
روش های ایچنگ و باندنگ. به خاطر ایچنگ از فسفوریک اسید 30% استفاده میشه که این فسفوریک اسید سبب میشه که در قسمت مینای دندان سطوح دیفکتیو به وجود بیاید، که این سطوح دیفکتیو وقتی که به وجود میاد مینای دندان ها در این قسمت ها کلسیم خود از دست میده. اما خوبیش دیگه است که سطوح دیفکتیو سطوح فعال میشه و در نتیجه باندنگ بسیار خوب به خود میگیره و در نتیجه از این مواد که باسته که به هدف سیلانتراپی یا به خاطر پرکاری پت و فیسور استفاده میشه گیرش خوبتر میداشته باشه. و ضخامت مینای دندان ها تقریبا 1500 میکرومتر است. 1500 میکرومتر ضخامت مینای دندان ها است که وقتی که ما شما مینای دندان ها را ایچنگ میکنیم، ای وقتی که مینای دندان ها ایچنگ میشه ایچنگ در قسمت 40 میکرومتر رخ میده. یعنی ما شما تشویش زیر نداشته باشیم که باید تا قسمت 1500 میکرومتر مینا به شکل غیر ضروری ایچنگ میشه. ایچنگ در قسمت 40 میلیمتر در 40 میکرومتر مینای دندان ها صورت میگیره و در نتیجه در قسمت های منشور های مینا خلاهای دیفکتیو وجود میاد که این خلاهای دیفکتیو سبب میشه که باند به خوبی بگیره یا با گیرش باند اجرا کنه و در نتیجه از او مواد سیلانت به اونجا خوب میچسبه. و یک عالم به نام سیلورستون ای هم نظریاتی داده که میتونه گفته از اسید فسفوریک 20 الی 50% از اسید فسفوری که 20 تا 50% به خاطر سیلانتراپی و به خاطر تداوی سیلانت دندان ها استفاده کرده میتونیم که میتونیم با 60 ثانیه حتی میتونیم 60 ثانیه هم دندان ما شما ایچنگ کنیم و که هر اوسط از اون 20 ثانیه تشکیل میده که به خاطر 20 ثانیه ما شما دندان ها را ایچنگ کرده میتونیم یا ایچنگ در روی دندان ها اجرا کرده میتونیم. و بر علاوه در صورتی که کلسیفیکیشن مینای دندان بسیار شدید باشه و ضرورت داریم شما که 120 ثانیه ما خود همون مینای دندان ها را ایچنگ کنیم. این کارهایی است که ما شما میتونیم. و خود مسئله باندنگ هم نظر به نظریاتی که گفته شده چون که مینا در حالت ساده یعنی حالت اکتیو عادی خود میباشه و زیاد مینا حالت را داره که هایدروفوبیک است و غیر فعال است، انرژی بسیار کمتر داره. اما وقتی که مینای دندان در معرض اسید قرار میگیره مینای دندان اکتیو فعال بسیار قوی میشه و خاصیت گیرش بسیار شدید به خود پیدا میکنه و منرال ها را هم خوبتر میگیره و خاصیت و خصوصا هدف ما شما هم است که خاصیت گیرش مواد خوبتر پیدا کنه. وقتی که ایچنگ شما میکنی مینا حالت فعال به خود میگیره و بسیار شدید فعال میشه و در نتیجه باندی را که ما شما در قسمت خلای مینا در قسمت کویتی خود میگذاریم یا استفاده میکنیم باند بسیار به خوبی میگیره و در نتیجه تمام از یا کمک میکنه که مواد سیلانت ما شما بسیار به خوبی در قسمت ها قرار بگیره و بچسبه و پس خطر افتیدن دوبارهشان موجود نباشه. در اینجا به شکل خلاصه امو پروسیجرش نشان داده که در دندان ما شما میبینیم که این شخص دندانش دارای پت و فیسور بسیار نامنظم است که بسیار یک تراش خفیف میتونیم با استپ فرز پریتیپر اجرا کنیم و در نتیجه با تعقیب از او ایچنگ صورت میگیره و بعد از ایچنگ میبینیم پس دوباره ششته شده دندان و سطح مینای دندان را پس از مواد ایچنگ پاک شده و بالاخره خود مواد مربوط سیلانت هم این ارتباط به کمپانی داره که چی گونه میسازه مواد، آیا ضرورت به باندنگ میداشته باشه یا نمیداشته باشه، ارتباط به کمپانی داره و حتما در اون دایرکشن یا در راهنمایی ره که یک ورق راهنمایی که همراه مواد میباشه شما او را بخونی از این با آسانی درک میکنی یعنی این مواد ما شما ضرورت به باندنگ نداره و مستقیم مواد پرکاری یا مواد سیلان در روی قسمت پت و فیسور قرار داده میشه و با استه کاندنسر میتونیم کم کم او را پرس کنیم و همچنان با استه پمبه هم میتونیم فشار بدیم تا که خلاهای یا حباب هایی که در قسمت تحت از او میباشه تمام از او خارج شوه و بالاخره مواد سیلانت خود ما شما لایت میتیم و در نتیجه مواد سیلانت تک لایت داریم. به این ترتیب یک چیز ظاهر میشه که اونمو بی نظمی را که در اینجا میبینیم پت فیسور داره اونو از بین میره بالاخره به یک نظم منظم میاد که از مسئله خطر همگیرش باکتریا پلاک خطر تاثیرات اسید و همچنان مواد غذایی مضر هم جلوگیری میشه. شرایط سیلانتراپی چی است؟ بعض شرایط به خود داره سیلانتراپی که اول باید مریض باید از ملاقات های بعدی پیروی کنه. یعنی ما شما سیلانتراپی را در یک طفل 6 تا 15 ساله اجرا میکنیم بنان و هر وقت دندان دائمی که خروج میکنه به خاطر که تخریب نشه و سطح پت و فیسورشان کریز به وجود نبیاد به خاطر باید مریض خواسته شه و به مریض فهمانده شه که هر وقتی که دندان دائمی خروج میکنه قسمت پت و فیسورش باید سیلان با مواد سیلانت پرکاری شه، یعنی مریض باید حاضر شه به این پرکاری.
سن مریض وقتی که ما شما پتوفیسور و سیلانت برش اجرا میکنیم، سن مریض باید بین سن 6 تا 15 سالگی باشه، از این زیادتر نباشه. و مسئله مهم دیگه فعالیت کریوزی در دندان های مریض بسیار کم باشه، یعنی تنها کریس هایی که محدود به مینای دندان ها باشه ما شما میتونیم اونو کریس ها را با واسطه مواد پت و فیسور سیلانت پرکاری کنیم. اگر کریس زیاد عمیق تر میشه و بالاخره در دنتین میرسه، بازو پرکاری های مربوط به خود داره یا پروسیجر مربوط به خود داره که در بخش داخله کار میشه. و دندانایی که جدیدا خروج میکنه تمام یا باید با واسطه مواد سیلانت پرکاری شوه. تکنیک های تطبیق سیلانت تراپی قبلا کم اشاره شد اما بازم میتونیم اشاره کنیم. اول سطح دندان آماده میسازیم، در صورتی که پلاک در روی قسمت پت و فیسور موجود باشه پلاک پاکاری میکنیم و دندان باید خشک کنیم روی دندان و مواد جاذب رطوبت یا مواد که سلیوا یا لاب دهن کنترل کنه یا هم مسئله ایزولیشن است یا جدا سازی محیط است، میتونیم از رابردم هم به خاطر استفاده کنیم که معمول است میشه استفاده و هم میتونیم که بدون از او از کاتن رول استفاده کنیم در بین در نازو لیویل سولکس و در بین زبان و دندان ها. اگر در فک سفلی باشه را بر خود کاتن رول قرار میتیم و او سبب جذب رطوبت یا جذب لعاب دهن میشه. از فسفوریک اسید استفاده میکنیم، فسفوریک اسید هم 37% میباشه از او استفاده میشه و در روی و همچنان ما شما میتونیم که در صورتی که کریس بسیار خفیف باشه او کریس با واسطه فرز پرتیپر تراش هم کنیم. بهتره می است که بسیار یک تراش خفیف در اونجا صورت بگیره، چرا که مواد به شکل درست قرار بگیره. فسفوریک اسید در روی پتوفیسور مینای دندان ها قرار میتیم و در نتیجه به تعقیب از او وقتی که فسفوریک اسید قرار داریم پس دوباره او را میشیم، یعنی دو برابر هم وقت اگر 20 ثانیه فسفوریک اسید قرار داریم ما شما 40 ثانیه پس دوباره او را میشیم. در صورتی که مواد از نو سلف کیور باشه تیار مواد را تهیه میکنیم، یعنی مو پودر امرای لیکوید مخلوط میکنیم و یک پیست مناسب آماده میسازیم. در صورتی که به شکل تیار آماده شده بیس های و به شکل بیس و کاتالیست تیار آماده شده باشه در اون صورت هم ما شما تیار بیس و کاتالیست مخلوط میکنیم. و در صورتی که به شکل لایت کیور باشه مستقیم از اون سرنج لایت کیور برای پتوفیسوری را قرار میدیم. به مرحله بعدی یعنی گذاشتن مواد سیلانت است که به هر طریقی که ما آی از هر مواد را که استفاده میکنیم اون مواد را روی پتوفیسور قرار میدیم. در صورتی که از مواد لایت کیور استفاده کنیم باز مواد لایت میدیم و با واسطه با کمک پمبه میتونیم که امو خود حباب ها یا هوایی که در تحت این مواد جمع میشه او را با واسطه فشار دادن با پمبه جلوگیری کنیم یا کنترل کنیم. و بالاخره بعد از اینکه پتن فیسور سیلان تجرا کردیم تمام سطوح بررسی میکنیم و به خاطر از اینکه باید مواد به شکل درست در تمام سطوح قرار گرفته باشه و بعد از اون از مریض میخواهیم که دانه خود بسته کنه، چرا که اگر اوکلوژن مریض برهم خورده باشه یعنی مواد سیلان اگر بلندتر باشه باز اونمو مسئله باید در نظر گرفته شود و پس دوباره با واسطه فرزها پاکاری شود یا گرفته شود. این تصویر میتونیم ببینیم یک کریس بسیار سطحی در قسمت پت و فیسور مینای دندان ها قرار داره که گفتیم که بهتر می است که در صورت کریس باشد می باید تراش بسیار محدود با واسطه فرز پرتیپر اجرا شود و تعقیب تراش ای چنگ اینجا قرار داده میشه، بالاخره بعد از ای چنگ ششته میشه و بعد تعقیب از او در اینجا از مواد به شکل لایت کیور یا به شکل سرنج تیار آماده شده است در داخل پت فیسور قرار داده میشه و به تعقیب از او لایت داده میشه که میبینیم بالاخره دندان به این ترتیب چی میشه؟ با این ترتیب قسمت فیسورش بسته میشه و میتونیم از این برسا هم به خاطر پرس نمودن مواد که موهباب ها از قسمت تحت مواد سیلانت خارج شد و از این هم میتونیم استفاده کنیم. استدباب سیلانت تراپی یعنی در کدام حالت ها ما شما سیلانت تراپی را اجرا کرده میتونیم. مریض هایی که مصاب خشکی جوف دهن باشه، این مریض ها میتونه در اثر عوامل مختلف خشکی جوف دهن دچار شده باشه که میتونه مریض ها در قسمت های کانسر های عنق داشته باشه و با اون شایعه که شایعه است که به خاطر تداوی گرفته او هم سبب کم شدن فعالیت غدوات لابی میشه یا امکان داره در اثر کانسر های را که خود یا نیوپلازم یا هر توموری را که خود لاب غده لابیه داشته میشه که با خاطر از غده لابیه ورداشته شده باشه یا با واسطه جراحی دور شده باشه که این هم سبب میتونه سبب ایجاد خشکی جوف دهن شوه. یا مریضایی که از بعضی ادویجات استفاده میکنه مثل اتروپین استفاده میکنه یا هم آنتی استامینیک ها هم تا حد توان مثل هایوسین مثلا این آنتی استامینیک های دواهایی هستن که تا حد توان سبب میشه که خشکی جوف دهن در نزد مریضا به وجود بیاید که کسایی که خشکی جوف دهن داره باید در نزد از او پتن فیسور سیلان صورت بگیره و همچنان بر علاوه از این به این مریضا باید فهمانده شود که حفظ الزهره باید به شکل مناسبش مراعات کنه، چرا که اگر حفظ الزهره مراعات نمیکنه در اینجا کریس فعالیتش بسیار زیاد میباشه و در قسمت های مختلف که حتی در قسمت های سطوح لشم دندان ها هم کریس به وجود آمده میتونه.
مریضایی که تحت تداوی ارتودنسی قرار داره. این مریضا بر اساس یک نظریه که یک عالم به نام تیناوف داده، این علما نظریه دادن که در جریان تداوی ارتودنسی فعالیت یا مقدار باکتری های استرپتوکوکس میوتانس بسیار بالا میره، یعنی شخص بسیار زیاد مستعد به کریس است. میتونیم کسایی که در جریان تداوی ارتودنسی هستن به او هم پتن فیسور سیلانت اجرا کنیم، و در کریس هایی که محدود به مینای دندان ها باشه، یعنی هنوز به آج دندان ها نفوذ نکرده باشه، اونا هم با واسطه مواد سیلانت پرکاری کرده میتونیم، و بالاخره دندان هایی که جدیدا خروج میکنن به خاطر از اینکه از کریس دندان ها حفاظت شوه یا وقایه شوه، وار هم پرکاری میکنیم. و زیادترین و مهمترین مسئله ای است که در مریضایی که قسمت های پت و فیسورشون بسیار شکل نامنظم داره، میتونیم وار هم پت و فیسور سیلانت کنیم، که اینی کریس های بسیار سطحی است که محدود به مینای دندان هست، یا را میتونیم با واسطه پت و فیسور سیلانت تداوی کنیم. و مزاد استدبابش در حالاتی است که در صورتی که کریس ها را سطح اپراکزیمال باشه، مثل این کریس ها در اینجا دیگه هیچ وقت ما شما پتن فیسور سیلانت اجرا نمی کنیم، یا کریس هایی که بسیار عمیق باشه به طرف مینای دندان ها عمیق شده باشه، اینا را هیچ وقت ما شما با واسطه مواد پت و با واسطه مواد سیلانت پرکاری نمی کنیم. و در صورتی که پت و فیسور بسیار عمیق باشه و کریس های عمیق، در اینجا دیگه باز در کریس های عمیق ما شما سیلانتراپی را اجرا نمی کنیم. در صورتی که اگر مورفولوژی قسمت های پت و فیسور را به صورت خلاصه بفهمیم، باز بهتر بر ما شما واضح میشه که از نظر مورفولوژی چندین شکل و یعنی چندین نوع پت و فیسور موجود است، که مهمش پت و فیسور امکان داره گفته به شکل یو باشه یا هم به شکل وی باشه. این دو شکل بسیار شکل های معمولی هستند، که چون که دهانه از این بسیار بزرگ است از این اشکال، و وقتی که مواد غذایی در اینجا گیرش میکنه، پس خارج شدن مواد غذایی هم بسیار با آسانی صورت میگیره، و در نتیجه می در این حالت ها کریس کمتر وجود میاد. و دیگه شکل این شکل های بزرگ پت فیسور است، و شکل دیگه شکل آی است، که یعنی اگر که به شکل آی اگر فیشور باشه، یعنی فکر کنید یک چیزی تصور کنید شکل آیش، در اینجا مواد غذایی بسیار به سادگی داخل میشن، اما خارج شدن مواد غذایی دیگه بسیار مشکل و ناممکن است، که در این حالت ها دیگه بسیار، یعنی در اینجا شکل یو، شکل وی و شکل های در اینجا مواد غذایی به آسانی داخل میشن، اما پس خارج شدنش بسیار به مشکل صورت میگیره و در نتیجه کریس هم زیاد میشن. و یک شکل دیگه را که در اینجا به شکل آی کی هم یعنی برش ایجاد کردن یا شکل دیگه را قبول کردن، شکل آیکی است که کمی داخل دیگه هم وسیع‌تر است و این هم دارای مشکل زیادتر می باشه و در نتیجه کریس در اینجا زیادتر باج می آید. و در اینجا می بینید که شکل یو مانند است، شکل وی مانند و شکل آی مانندش خورتر است و گیرش مواد غذایی در اینجا بسیار زیاد است. شکل آیکی را اینا به این ترتیب یک حالت فکر کرده می تونیم که در اینجا مواد غذایی داخل میشه اما پس خارج نمیشه به این صورت. و شکل دیگه شکل وای سرچپه گفتن. وای سرچپه را اگر تصور کنیم این یک حالت، یعنی تصور میکنیم در شکل وای سرچپه که در اینجا مواد غذایی زیادتر داخل میشه این قسمت ها، اما هیچ وقتی پس دوباره خارج نمیشه، که نه در اینجا دیده میشه که در اینجا مواد غذایی داخل میشه اما پس خارج شدنش ناممکن است، که در نتیجه اینی کریس بسیار زیاد به وجود میه. و خود چون که پلاک هم در اونجا زیادتر است و خود وقتی که مواد غذایی که اسیدی زیاد اسید تولید میشه از او، مثل کربوهیدرات ها در اونجا زیادتر کوشش میکنه، وقتی که در اونجا جای به جای میشه کریس زیادتر به وجود میاره. چرا پت فیسور سیلانت چی میکنیم؟ چرا کریز پت فیسور زیاد وجود میاد؟ یکی بخاطر که یک محل بسیار مناسب بخاطر تجمع پلاک است و مواد غذایی مثل اینجا. و دیگه مسئله مهمی است که خود امی با ساختمان دینتی نیرامل جنکشن بسیار زیاد نزدیک است پت فیسور، وقتی که وجود بیاد بسیار بزودی نشر میشه و منتشر میشه و یک ساختمان بسیار ضعیف است قسمت پت فیسور، و در نتیجه کریس هم در اینجا زیادتر وجود میاد و بالاخره اونم دلیل اساسی از بین رفتن دندان ها را تشکیل میده. این لکچر امروزی ما شما در اینجا به پایان میرسه. از توجه شما یک جهان تشکر.